متوجه باش. بسم الله الرحمن الرحیم. من بالای پروگرام مایکروسافت وردی 2013 بلانک تقریبا. آها. آفرین آفرین. خواه. امان؟ خواه. در منوی رفرنس برسی. خواه رفرنس که هسته در اصل تمام که هسته تمام آپشن های گزینه هاشی تقریبا زیادی کارایشی مربوطی فهرست سازی میشه. خواه شما از انمزی قسمت فهرست جور میدنی در صورتی که هیدین کار پیدا بشه. خواه مثلا فرض کن من اینجا در اینتر میذارم، مثلا فرض کن نوشتم اونم که ام اس نوشتم اونم به طور مثال ویندوز، در مورد ویندوز من معلومات نوشتم اونم انمی ام اس ویندوز که نوشته کرده انمی رو باید هیدینگ جور کنی. اگر هیدینگ جور نکنی از فهرست از قسمت تیبل اف کانتنتس هیچ کار نمیدید. خواه یعنی در کل تمام گزینه های ازی به منظور درج نمودن فهرست به کار بره. خواه این قسم یاد بگیرید. پس من اینجا آلت کنترل یک نک اف یک، خواه گفتید اف یک اف دو، آلت کنترل یک میزنم وظیفه گفتم اجرا میکنه در منوی هم هیدینگ یک و دو را. خواه دو میزنی با سه را میزنی. در مورد این شما معلومات تایپ کنی فرض کو به این شکل. بعد این دفعه در مورد مثلا فرض کو کنترل پنل نوشتمونم که کنترل نوشتمونم پنل نوشتمونم اینمی رم آلت دو میزنم، نه آلت اف دو شما که بودید بخی پنل به این شکل است. کلید انتر میزنم معلومات در مورد کنترل پنل چیمونم نوشتمونم. اگر به این شکل ها یک وقتی میایه فرض کو به این شکل ها فرض کو ما کنترل زد این اینجی که آمدید اینی رو پس به شکل اصلیش برگردانید. خواه این شکل اصلی باید شکل سادهش باشه، این را کلیر کنید پس به شکل اصلی برمیگردن. اگر این هم شما مثل از این هیدینگ تایپ کده بورید یعنی تمامش در فهرست چی میشه؟ درج میشه. پس اینجا انتر میزنم خط نوشته شده. دیگه نوشتم در موردی مثلا مای کامپیوتر، مثلا نوشتم کامپیوتر فرض کو این هم آل کنترل چی میزنی؟ دو. مای کامپیوتر هم اشتباه در راست کلیک از اینجا نامده اصلا کامپیوتر به این شکل انتر میزنم معلومات در موردش چی مونم نوشتم اونم این در مورد مای کامپیوتر. دیگه فرض کنید خلاصید ام اس ورد در مورد ورد مثلا نو خط نوشته بونم ایره آلت کنترل یک میزنم مثلا معلومات در مورد ازی هم تایپ کنم. مثلا دیگه چی نوشته بونم نوشته بونم منوی مثلا فایل آلت کنترل یک. آلت کنترل چند میزدم باید؟ دو میزدم یا یک؟ دو. انتر معلومات در مورد ازی هم چی مونم تایپ مونم به این شکل فرض کو دیگه منوی مثلا نوشتم اونم که منوی مثلا هم ایره مال کنترل دو کلید انتر معلومات در مورد منوی ازی هم نوشتم اونم. فرض کو به همین شکل شما صدها ورق 50 ورق 60 ورق همین رقم تایپ که ایده اومده تا خلاص شد رفت. ولی شما میتونید که به طرف بالا صفحه اضافه کنید از منوی رفرنس کار بگیرید. این هم دلیل صفحه اضافه کردن که شما اگه بخوای که سکشن جدا بیه یعنی شماره صفحه شما با صفحه مثلا پوش و فهرست و بسم الله الرحمن الرحیم و مقدمه اینا کار نداشته باشه، به خاطر از اون کار شما در پیج لی اوت میامدی بالای بریکس میامدی میگفتی نکست پیج. آره نکست پیج یعنی سکشن تغییر میده به ما. اگه این کار کردی خوب، اگه نکردی کنترل انتر زدی هم مشکل نداره. کنترل انتر که زدی بعدنا شما اگه میخواستی سر ورقی یا پای ورقی درج کنی کارسر در اینجا میگذاری فقط در بریک می یعنی بعد از ختم کار میتونی که بگی نکست پیج. مثلا حالا میگی نکست پیج هیچ پروا نداره. پس در صفحه بالا کارسر میگذارم در جای معین در منوی رفرنس برمیگردم. اولین کاری که منم از تیبل اف کانتنتس کار میگیرم در اینجا کلیک کنم اینا نمونه های ساخته شده از قبل آماده است. شما اگر این منو را خوش کنی فقط کافیه کلیک بکنی یعنی کلیک کنی در این قسمت بالا عنوان داده شده یعنی کانتنتس نوشته شد ام اس ویندوز کنترل پنل مای کامپیوتر ام اس ورد منوی فایل و منوی چی هست هوب است. چرا اینا منظم نموده؟ دلیل چی است؟ کی محمد علی چرا آفرین اینا زیر مجموعه انمیزی ام اس ویندوز است مثلا. نره پس اینا رو یک کار کردم اینا شده چند کار کردم؟ دو کار کردم. خب و اگر دو کار نکنید شما مید از این سایت هیدینگ یک از اینجا هیدینگ چند میگیری؟ دو میگیری. و این شکل دلیل منظم که منظم نیست دلیل چه انمی هست به خاطر اینکه انمی دو دنه انمی ام اس ویندوز دو جز داره مثلا ام اس ورد دو جز داره به طور مثال فرض کن. پس اینو درج کردیم یک بار کنترل زی میگیم پس دوباره در منوی رفرنس برمیگردیم دیگه نمونهش رو کار می‌کنیم مثلا اینو کلیک می‌کنیم ببین اینم درج مونه بازم کنترل زی می‌گیریم از بین میرم اونبرم. و اگر شما بخوایی که بدل‌های خود درج کنی بالای گزینه کاستوم تیبل اف کانتنتس مراجعه کنید. یک بار اینج کلیک کنید اینج چندین دونه تب داره تبای ایندکس داره مثلا تیبل اف کانتنتس داره تیبل فیگر داره تیبل
تیبل اف اتوریتی دارن. اینا در وقت خو هر کدام چی دستگاهی که شما در بخش نمزی کار کنی، مثلا اینم اینجا اگر نشته کپشن باز وقت کپشن فعال میشه، یعنی فیگر فعال میشه، اگر اینایش رو کار کنی باز دیگایش فعال میشه. خب پس فعلا بودم تفاعلات تابی اف کانتنت. شما از اینجا میتونی مثلا میگه شو پیج نمبر، نمبرش نشان داده شوه اینا شوه، رایت الاین پیج نمبر به طرف دست راست نشان داده شوه نشوه، لیدر یعنی به کدام خط کشی شوه، مثلا به اینی خط کشی، به اینی خط کشی. یا خیلی از وقتا میشه که شما هیچ خط کشی رو مثلا نیاز نداشته باشی، مثلا نند بگیری، میشه که مثلا ما خط کشی خوش کنیم، فرمت چی به چه شکل باشه، به اینی شکل باشه، شو لول چی تا لول چند باشه، سه فقط که اوکی بگم مستقیم ببین درج مونه اینا رو، ام اس ویندوز کنترل پنل چی هست، دو صفحه چند، صفحه 3، ام اس ورد دو صفحه چند، 3، منوی فایل دو صفحه چند، 4، منوی هوم دو صفحه چند، 4. خلاصه کاری اینو می تیبل اف کانتنت اینا بقدر دیگه در انجین نوشته اد تکس، در انجین نوشته لول 1، لول 2، لول 3 که منظور این نمیزی یک و دو رو در اینجا هم شما تعیین میتونی. خب یعنی بعدنا شما از اینجا میتونی که فهرست خود یک بگیری، دو بگیری، سه بگیری، اما خوب ترش این هست که شما در اصل جایشی تقرار بیاری. گزینه آپدیت تیبل به منظور از این استفاده میشه که اگر من قرار باشه که اینم اینجا منوی انزردم تایپ بکنم، یعنی اینم کتاب یا چپتر ادامه بدم، پس در اون صورتی یعنی اونا رو با ما چی مونه درج مونه، مثلا آپدیت مونه. در اینجا کرسر رو بگذاریم نوشته مونه مثلا منوی مثلا نوشته مونه انزرد نوشته مونه، یک دونه اینتر میزنم یعنی میره مین که دیار مونه از منوی هم یک قسم شده نوشته مونه مثلا رند فکر کن که میرم نوشته کنم دیگه نوشته مونه مثلا که منوی دیگه چی هسته DSIGN design اینه میرم alt control دو میزنم اگر چی رو یک زدم نه خود دو میگه این دو زدیم سایه ای هم چنده دو پس انتر میزنم معلومات در مورد هزیم چی مونم تایپ مونم حالا که شما در قسمت فهرست برگردی توسط control home میتونی برگردی خواه control home در اینجا آمد همون دو بخشی که ما تایپ کرد نه بخاطر از این کار که بیایی مستقیم شما از update استفاده مونی بالای گزینه update table کلیک مونی گزینه دومی نشته آپدیت انتر تیبل این رو خوش مونی بعد میگه اوکی زمانی که اوکی بگی منوی انزرت هم آمد منوی چی آمده؟ دیزاین آمد با میدی داری؟ مشکل خونی هسته بخیر دیگه این رو خلاص کردی دیگه شما اگر قرار باشه کتاب بنویسی یا چپتر بنویسی یا مثلا نوت بنویسی از گزینه انزرت فوت نوت استفاده مونی فوت نوت یعنی در فارسی میشه پاورقی خان یک انزرت این نوت داره یک انزرت فوت نوت داره انزرت این نوت که است در آخر کل صفحه ها به ما میزنه پاورقی را اما انزرت فوت نوت که است در آخر هر صفحه یعنی در ختم صفحه در کتاب های انگلیسی زیاد است استاد رحمت خبر داره یعنی کتاب هایی که مثلا چی بود نام چی؟ که میخواندیم؟ سلیک گریدینگ مثلا است زیاد مثلا یک کلمه هایی است اینی میره ما نمیفهم معنایش اما در قسمت آخر صفحه نوشته شماره 1 شماره 2 شماره 3 اینی معنا را میده معنا کده پس شما از توسط انزرت فوت نوت کار میکنید ما اگر قرار باشه فرض کنم اینمیز لغتی نوشته هیدر اینمیز من پیش روش کرسر بگذارم بالا اینمیز کلیک مونم اینجا آمد انزرت فوت نوت شما اینجا معلومات خود چه میدین نوشته مونید مثلا میگیم که دس اس به طور مثال نوشته مونید دس اس مثلا هر چی خواست که بود من نقطه نقطه میذارم و این معنا که من تکمیل چیکار کردم تایپ کردم و اگه بخوای که اینمی از گروه پیدا شده بالای گزینه شو نوتس کلیک کنی کرسر ما رو هم قسمت میبره زمانی که شما ماوس پوینتر رو بالاش نگه داری معلوماتی که شما در قسمت فوت نوت درج کرده باشی اون رو اینجا درج کن ولی یک چیز دیگر هم یاد بگیرید خواه اگر شما فارسی نوشته کنی انگلیسی نوشته کنی خب من از چپ به راست نوشته بشه مثلا میایم اینجا کلیک مونی پیش روی کلیک میگم انزرت فوت نوت بازم در اینجا یکانده کلمه دیگه هم چی مونی شما نوشته مونی یا تایپ مونی بازم میخواییم 3 دانه 4 دانه در یک ورق درش کنیم مثلا به این شکل ببین در صفحه بعدی شماره چند زد؟ 3 زد بازم میاییم در این قسمت کلیک مونیم میگم که انزرت فوت نوت شماره چند زد؟ 4 زد میاییم در اینجا کلیک مونیم میگم انزرت فوت نوت شماره چند زد؟ 5 زد شمارهش البته موشه جدید بکنید شما ولی یک چیز دیگر رو یاد بگیرید که اگر یک نفر از شما بخواهی که اینمی پاورقی را به طرف دست راست انتقال بدید اینمی باید در فارسی است اینمی باید از این طرف ای طرف نوشته شده بیه. شما اینمی را یاد داشته باشی اگر شما این را می کنترل ای مونی به این شکل انتخاب مونی میای در منوی هوم از این گزینه ها استفاده مونی این تنها متن این طرف انتقال میده ها متن شما میتونی که این طرف بکنی اما اینمی لاینکس را انتخاب نمیده به خاطر اینکه اینمی را طرف دست راست انتقال بدی باز چیکار مونی یک بار در منوی ویو مراجعه کن بعد از منوی ویو صفحه درافت خوش مونی ها صفحه درافت که خوش کردی در قسمت رفرنس منوی رفرنس پس برمیگردی گزینه شو نوت انتخاب مونی یک بار شو نوت سک انتخاب کردی از قسمت فوت نوت در اینی باکس چی انتخاب است فعلا
all footnotes انتخاب هست. به خاطر اینکه شما طرف دست راست انتقال بدیره footnote separator رو میگیری. footnote separator گرفتی در جمعه که کنترل آر میزنی طرف دست راست میه یا کنترل ای میزنی در مرکز میه یا همینجی طرف دست راست میه. پس بازم در منوی ویو برمیگردی صفحه رو به حالت پری لاوت میگیری. آلی اگر در قسمت پایین صفحه بیم ببینی طرف دست راست آمده یا نه. آلی نی کلمه را که بخواییم این طرف بیاریم این خواستار میه در منوی هم یا کنترل آر میزنیم این دیگه شیران کرسر هم بذاریم کنترل آر میزنیم میم در کجا قرار گرفت طرف دست راست. آلی یاد گرفت نه، یعنی اگر قرار باشه شما یعنی طرف دست راست بیاریم آلی که دیگه شیره بیم هم آمده طرف دست راست، دیگه شیره که بیم هم طرف چی آمده دست راست. تمام چیزی که نماده اینی می شماره های شیکی را میم انتخاب مونیم، مثلا ای دیگه شیره انتخاب مونیم کنترل هار میزنیم طرف دست راست بیه، یعنی از راست به چپ نوشته شده اگر فارسی باشه. یخو ازیش دیگه یک چیز دیگه هم شاید از شما مردم بخواد که به طور مثال دینی صفحه که ما صفحه اول نوشته کردیم دینج نمبر چند است؟ یک. ای دومش چند جدا؟ دوشته. در صفحه دیگه که شما پاورقی ایجاد کردی چند جدا؟ سه شده. در صفحه دیگه که پاورقی ایجاد شده چند جدا؟ چهار شده. یک نفر از شما میخواد که هر صفحه که جدید شروع شد، یعنی در هر صفحه که شما پاورقی درج کردی نمبر از این باید مسلسل نباشه، باید از یک شروع شونه. باز او را هم داره شما در نیمه قسمت فودنوست که الان دایلینگ باکس کلیک مانی میایی اینه منجی نمبرینگ را پیدا مانی. نمبرینگ چی نوشته یه؟ کانتینیوز. کانتینیوز معنای از این را یعنی اصال مسلسل. شما از اینجا انتخاب میدنی که نوشته restart each section، نوشته که restart each page. اگر سیکشن میخواستی که هر سیکشن نمبر از سر شروع شونه نمبر فوارقی ما بازی را انتخاب مونید. اگر میخواستی که نه هر صفحه که جدید شروع شد نمبر سیکشن از سر شروع شونه باید restart each page انتخاب مونید. بعد را انتخاب مونید بعد apply مونید خواه. زمانی که apply مونید آل شما یک بار تست مونید خواه. ببینید صفحه اول که بیم نمبر چنده؟ یک و دو. در این قسمت پایین که میم نمبر چنده؟ یک شروع شد. سابق اینجا سه بود نه؟ پس این کار شدم شما شکلی کاری ازی در اصل این قسمت است. در این قسمت insert and note راستی اگر شما قرار باشه پاورقی در ختم صفحه ها بزنی، یعنی ما چند صفحه داریم؟ شش صفحه. یعنی در ختم از این شش صفحه باز insert and note استفاده میده. اینجا به خط رومی به این شکل میزنه خواه؟ اگر قرار باشه که باز شما بازم کار کنی بازم به خط رومی به این شکل میزنه که ایران طرف دست راست آوردن چیده هم این ازم کار هیچ فرق نمونه خواه. پس ایره به این شکل شما یاد گرفتید. در این قسمتی next که هسته next footnote دو تای اول چه مربوط به footnote میشه، دو تای آخر مربوط به endnote میشه. next footnote یعنی در بعدی ما رو بر previous footnotes یعنی در قبلی بیار، یعنی next endnote یعنی ما رو در بعدی previous endnote بازم تا قبلیش. فهمیدید؟ پس این میبود درست نمودن چی؟ پاورقی. بالای دایلگ باکس چی کلیک کنیم؟ از جمله نوشته footnotes، نوشته bottom of page در کجا باشه؟ در پایینی صفحه باشه؟ یا نوشته below the text یعنی پایینی چی باشه؟ text باشه. میتونید شما انتخاب کنید. خیلی از کتاب های انگلیسی یعنی پایینی چی قرار میگره؟ پایینی مثلا متن. اگر اپلای کنیم مثلا این من جمعی هایی فرض کنیم insert footnote یعنی در پایینی متن رو درش میدار است. منظور چی هسته؟ پس در اینجا انتخاب کنیم نوشته که این notes end of document باشه، end of section باشه. ممکن اگر بخش تغییر کنه یعنی سیکشن شما جدید بسازه که ایرم یاد دارید نه، پس شما میگیری end of section یعنی هر سیکشن که ختم شد پاورقی شما هم در ختم سیکشن درج شد. و نه میگیرید که تمام صفحات خلاص شد end of document میگیرید. از اینجا خواه دیگه نوشته convert. convert به این معنی که نوشته convert all footnotes to endnote یعنی فودنوت ها را به چی تبدیل می‌کنه؟ به این نوت تبدیل می‌کنه. گزینه دوم هم به همون شکل، سوم هم به همون شکل. باز بخونید عمل کنید. خب دیگه نوشته که نمبر فرمت. نمبر فرمت چه به چه شکل باشه؟ به خط رومی باشه، 1 2 3 باشه، الف ب باشه، ا ب سی باشه. شما می‌تونید مثلا 1 2 3 باشه. کاستوم مارک. شما یک مارک از قسمت سمبل خوش می‌نید، مثلا انمی مارک بزنه همیشه انمی مارک بزنه، فقط اینو اوکی می‌نید مستقیم اون مارک به جای نمبر اون مارک می‌نید. اگر نه ایره که نخواستیم بعد سپیس بذار تا حذف شود. استارت ات از چند شروع شونه؟ مثلا پاورقی شما از یک شروع شونه، از دو شروع شونه، از ده شروع شونه، از کدام شروع شونه. کانتینیو یا نمبرینگ خوب بیشتر خواندیم ادامه دار باشه یا رستارت اچ سیکشن یا اچ پیج باشه. تمام شده فهمیدید؟ خب خلاص شد پاورقی. دیگه میم در منوی رفرنس اینجا نوشته که انزرت کپشن، انزرت کوتیشن سیتیشن، ساری این سیتیشن. خواه این چی کار بونه؟ خلاصه شما میتونی
مشخصات خود یا بیوگرافی خود را درج کنی. خب مشخصات خود خود یک نفر درج مونه و هر موقعی که خواست از قسمت بیوگرافی کلیک مونه، از اینجا مثلا درج مونه. کافی شما انتخاب بکنی و درج صفحه شده مثلا به این شکل این اینجا درج صفحه شده این قسمت شما میتونی بنویسید. یا مثلا این را من کنترل این مونم تا یک صفحه جدید باز شود میم در منوی رفرنس بالای بیوگرافی اینا چیزای ساخته شده چی هستن اما نوشته که رفرنس مثلا اینجا انتخاب مونی این در جای رزیم مثلا متن دلخواه خود ثبت مونی و دل خود جا با جا مونی و شما میتونید جدیدم مشخصات رو درج کنی از قسمت یاد نیو سورس مثلا تایپ اف سورس منبع چی هست کتاب هست بوک سیکشن هست چی هست مثلا ریپورت هست اینجا خوش مونی بوک هست اوردر نویسنده چی ثبت مونی تایتل چی ثبت مونی ایر سال چی سیتی چی ده پوپولیشن اینا چی ثبت مونی بعد اوکی مگی بعد از اینکه اوکی زدی در این قسمت بیوگرافی خود به خود چی میشه؟ درج میشه. این زیاد البته مقدار زیاد چیز نیست، سخت هم نیست، شما خود شما میتونید کار بکنید. گزینه انزرت کپشن هم کار میکنید. انزرت کپشن یعنی این فهرست میاره به اساس تصویر. خب این فهرست سازی مونه به اساس تصویر. چه قسم کار میدین؟ کارش این قسم است که شما اول باید عکس میاری فرض کن عکس میاریم عکس آوردن خود یاد دارید مشکل ندارید اونا عکس میاریم دبل کلیک مونیم میایم در منوی رفرنس بالای انزرت کپشن کلیک مونی اینی میچ خودش فیگر یک گرفته شما میتونی نام فیگر به نام خود بگذاری یا نام مثلا بگذاری تصویر یک اینج نیو لیبل کار کنی در نیو لیبل نام شده میدی مثلا نوشته مونیم که شکل نوشته مونیم یک به طور مثال یا یک به این شکل نوشته مونیم بعد اوکی میگیم نام شده اینج درج شد بعد دیگه بازم چی میگیم اوکی زمانی که اوکی بگی این شکل یک چیشته نوشته شد بعد کلیدینتر هم زدی معلومات در مورد از این شکل یک چی مونی تایپ مونی به طور مثال به این شکل بعد بازم مثلا در منوی انزرت برمیگردی بالای پیکچر می تصویر شماره دو رو انتخاب مونیم بعد میای در کجا در رفرنس رفرنس که اومدی چه انتخاب مونی انزرت کپشن بعد شکل چند گرفتم این دفعه دو باید بگیره خواه اینجی یعنی یکی دیگه شیر از نیو لیبل میم یعنی اینجی نشته مونیم در اصل که شکل دوم شد بعد اوکی میگیم اینجا درج شد یا نه بعد یک دانه انتر میزنیم معلومات در مورد از شکل دوم نوشتم مونیم مثلا به این شکل بازم در منوی انزرت برمیگردیم بازم یک دانه پیکچر در موجود پیکچر کدام عکس مثلا این دفعه اینی هست ایره بازم در منوی رفرنس میاییم بازم بالای چی میگیم انزرت کپشن این دفعه شکل چندم باید شود شکل سوم شود شکل سوم بعد کلید اوکی رو فشار میدیم بعدش هم اوکی میگیم آره شکل سوم هم درج شد پس معلومات در مورد از این چی مونیم تایپ مونیم مساویر هم خلاص به این اساس فرض کن به همین شکل تا صدها آدنه را به همین شکل ادامه پیدا مونه اما زمانی که خواستی که در صفحه بالا فهرست چی اضافه شونه کنترل انتر یا نظر به کار خود بریک سیکشن بریک میگید خب پس ما در صفحه بالا کنترل انتر مونیم در رفرنس میم این دفعه دیگه بالای انزت کپشن مراجعه نمونید بالای انزت تیبل و فیگر مراجعه نمونید بالایش کلیک بونی شکل یک شکل دو شکل سه به این شکل آمده خواه شما از اینجا برای شما پرویو نه و از اینجا میتونی چیزایش رو انتخاب کنی شکل اول و دوم و سوم شده به این شکل مثلا دوم یا فیگر یک و فیگر دو فیگر سه هم میتونی به شکل کلاس بیاید موگی مثلا به شکل کلاسیک به شکل کلاسیک اگر بگیریم باش به شکل تیبل بیاید یا به شکل بجاش کلاسیک شما نظرم خوب کلاسیک از اینجا میگیریم ایش را نمیگیریم لائن نمبر میگیریم بعد میگیریم چرا اوکی نمیشه به اینجا ایکیوشن تیبر اوکی ای یکانه دلیل چی است که نامه را مزید دستکاری کردیم خواه نامه را دستکاری کردیم نامه را شکل یک و دو و سه نشته کردیم و بازم یک بار امتحانم میم شکل سه و اوکی میم فقط شکل چندم آوردم سه و شما این کار را نمونید کنترل زید میزنی فرض کو البته ایره من شکل دستکاری کردم مجبور اینجا شکل اول بگیرم مثلا شکل شماره یک بگیرم بعد اوکی بگم در این قسمت بعد بازم بیایم در این قسمت شکل شماره چندم بگیرم دوم بگیرم اوکی بگم بعد بازم بیایم بالای انزر شکل سوم این قسم زیاد کار داره خواه شکل سوم بگیرم اوکی بگم بعد شکل چهارم اگر بگیرم اوکی بگم این زیاد جنجالی شده کم اگر ما نام نمیدادی خود به خود فیگر یک و فیگر دو و فیگر سه میگرفت اوتومات درج میشد خواه شما میتونی یه جنام شده نگری یا بازم کار کنیم یک بار
یک بار آزمایشی کار مونیم. خیر اگر مشکل داد مثلا هیچ مشکل نیه. به این شکل در رفرنس بالا انزیم کپشن دیگه ای را دلیت مونیم. ای را دلیت مونیم مین بالای انزیم کپشن فیگر یک ای را فقط میگیم اوکی نام نمیذاریم در فیرنس چون یک قسم راحت است. همین که فارسی و انگلیسی باشه واسه یک کار نمیگه خان. بعد از اون مین در مینوی انزیم در پیکچر عکس شماره دیگه نیم در رفرنس در انزر کپشن فیگر چند گرفت؟ دو فقط اوکی بود. انتر میزنیم معلومات در مورد چی مونیم تردیم. بعد از او باز در رفرنس در انزر می در پیکچر می باز یک اکس دیگر انتخاب مونیم. بعد از او باز در رفرنس می در انزر کپشن می فیگر چند گرفت؟ سه. همین سه تا به نظر میاد که بس. بعد انتر میزنیم معلومات در مورد چی تایپ مونیم. حالا به طرف بالا صفحه باز مونیم به این شکل کارسر ایره یکم پایینتر خودتر که می آوردیم که یکنه صفحه در اینجی کنترول انتر به طرف بالا صفحه باز شود. کارسر رو بگذاری در انزر چه بالا فیگر میم فقط میگیم اوکی فیگر یک فیگر دو فیگر سه به این شکل ترتیب شد. ولی شکلی یک دو سه که نشته کنم یک ذره مشکل ساز میشه نه جنجالی میشه. این قسم آهون و آپدیت تیبل هم اگر یک وقتی فعال شد یعنی به این معناسته که اینمیا نامده ایدا میشه شما شکل 4 و 5 آوردید اما نیاز به آپدیت داره مثل این زی عمل مونه. خب کارس رفرنس کار کردیم کار کنیم یا کار کردید یاد شما هست در گوجا بود در مینوی انزرت کارس رفرنس تقریبا یک شهری از فهرست سازی را در خود خود داره اما شماره نمبر از سفر نمیاره. سیه خب رفتید گزینه مارک انتری و مارک کپشن کار خانگی شما فردا شما کار کنید. خب اگر نشد باز ما پرشید دارم. اینا هم یک شکلی از فهرست سازی هست بسیار قشنگ است هر دو تایشی مگم کمک راه نمایی مونم و اینوانا را شما باید یک کار کنید که اینجا دبل کلیک مونی. خب مثلا اینجا پیش از پیش کلیک نمونی مارک انتری را پیدا مونی می اینویر دبل کلیک مونی در اینی خانه که بیای کلیک کنی مستقیم هم فیگر در اینجا میاره. مثلا اگر ایم اس ورد ایم اس ویندوز یک قسم باشه میاره شما ای را باز مارک بگید. خب تا آخر مارک گفتی تا آخر ختم شد صفحه را به طرف بالا اضافه کن بیا از منوی هم مارک غیر فعال بکو از اینجی بعد بیا گزینه رفرنس انتخاب بکو این دفعه گزینه انزرت اندکس انتخاب مونی از اینجی مثلا رایت لفت باشه لیدر داشته باشه فقط اوکی میگیم اونم را در درجه چی درج مونه فهرست درج مونه. خوبیشی هسته که او بی او سی را تشخیص میده. خب